سلام، شب شما بخیر. به خبرهای ساعت 10 تولو نیوز خوش آمدید. من جمال ناصر فرهمند هستم، میزبان شما در این برنامه. مشروع سرخط خبرها. داعش مسئول حمله بر مسجد الزهرا. گروه داعش مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا را در غرب کابل پذیرفت. ما در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم به این حادثه که امشب رخ داد. مجازات بیش از 60 افسر ارتش. بیش از 60 تن از بحر کوتاهی و بی‌پروایی در جلوگیری از حمله های مرگبار بر خروردوی شاهین و شفاخانه 400 بستر به دادگاه کشانده شدند. 9 نفر بر زیر شناخته شد، 8 نفر شش انصراف شد و 3 نفر تحت تحقیق عدلی هستند. یک بخش تحقیق. فرستادن 4000 نیروی آمریکایی به افغانستان. ایالات متحده آمریکا 4000 نیروی دیگر به افغانستان می‌فرستد. هدف ابتدایی آمریکا و کشورهای دیگر در افغانستان این است که مطمئن شویم این کشور با یک فضای بدون حکومت مبدل نشود. و احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی. تا یک ساعت دیگر با خبرهای از افغانستان و جهان با شما هست. مشروع خبرها. گروه داعش مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا در کابل پذیرفت. در حمله مهاجمان انتحاری بر این مسجد 5 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند وزارت امور داخله گفته که حمله بر این مسجد از سوی 2 انتحار کننده انجام شده، اما گواهان میگویند که 3 مهاجم انتحاری بر این مسجد حمله کردند و تنها 1 تن آنان توانست خودش را به آشپزخانه مسجد برساند. مسجد الزهرا در اینجا در شب 21 ماه رمضان نمازگزاران برای گرامی داشت از شب قدر گرد آمده بودند، اما حمله مهاجمان انتحاری این شب را به یک صبح مبدل ساخت. ماجرا از جای آغاز شد که 3 مهاجم انتحاری بر این مسجد حمله کردند و هر 3 این مهاجمان هم مسلح بودند و هم مواد انفجاری در بدنهایشان جاسازی شده بود. یک تن از آنان در اینجا از سوی نیروهای امنیتی به گلوله بسته میشه و یک تن از آنان که میخواد به مسجد بره و داخل مسجد و اما نیروهای امنیتی مانع از او میشه. ما در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم در این حادثه که امشب رخ داده. مهاجم خودش را از این راه میرساند و به آشپزخانه همین مسجد و خودش را در اونجا منفجر میسازد. اینجا جاییست که آشپزها و خادمان این مسجد غذا میپختند، برای سحری غذا میپختند. قرار بود نمازگزاران تا سحری در همین مسجد بمانند، اما همین که انفجار شد همه چیز به هم ریخت و نمازگزاران مسجد را ترک کردند. دشمن ها هر کار کنه بین ما نفاق و تفرقه انداختن. ما کل ما با برادر پشتون، تاجک، ازبک، هزاره کل ما برادر هستیم، با یک سنگر هستیم، مخالف داعش، طالب، حقانی هستیم. هیچ جای این مسجد از انفجار در امان نمانده است، چنان که اینجا در کتابخانه این مسجد شیشه ها همش به هم ریخته و اینجا دهلیزی که به منزل دوم مسجد هم می انجامد میبینیم که همه چیز به هم ریخته و منزل دوم این مسجد جایی است که عموما بانوان جمع میشن و عبادت میکنن و شبهای قدر معمولا در این بخشای کابل مسجدها بسیار پر ازدحام میباشند. یک افسر پلیس با جانبازی در برابر حمله کنندگان انتحاری از تلفات بیشتر در مسجد الزهرا جلوگیری کرد. محمد صالح نوابی، یک افسر پلیس حوزه ششم که مسئولیت تامین امنیت این مسجد را داشت، نگذاشته تا انتحار کنندگان که مسلح نیز بودند خودشان را به داخل مسجد برسانند. در درگیری میان افسر پلیس و 2 مهاجم، یکی از مهاجمان کشته شد و دیگرش فرار کرد. در این درگیری این افسر نیز زخم برداشت و پسانتر جان باخت. پدر این افسر جانبازی پسرش را در جلوگیری از ریختانده شدن خون نمازگزاران یک افتخار بزرگ می‌داند. محمد صالح نوابی، فرمانده توله دوم حوزه ششم پلیس، برای جلوگیری از کشتار نمازگزاران جانش را از دست داد و نگذاشت حمله کنندگان داخل مسجد الزهرا شوند.
اکنون نزدیکانش پیکرش بر دوش گرفتند و روانه گورستان هستند. پدر سالی محمد میگوید که پسرش با افتخار جانش را فدا کرد تا خون بیشتر نریزد. ما این عمل اینا را بر علایزی که محکوم میکنم، ما بر اینا میگم که اینا مسلمان نیست و ما شهادت فرزند ما برش افتخار میکنم و روحش شاد باشه. نزدیکان این افسر پلیس وی را قهرمان میگویند و حمله بر نمازگزاران را جنایت میدانند. کار انسانی نیست. این در هیچ کتاب، در هیچ دین، در هیچ مذهب رایج نیست که باید کسی را بکشه. هدفشون هم است که مردم افغانستان به این شکل نارام باشن، از بین برن و روزی شاید که بتونن قدرت ما به انجایش بگیرن. این موضوع سیاست پایینی نیست، بلکه سیاستی است که طرف بالایی قرار دارد. برخی از کاربران صفحه های اجتماعی نیز از کار سالی محمد ستایش کردند. رئیس اجرائیه و وزیر امور داخله در صفحه های فیسبوکشان گفتند که افغانستان با داشتن قهرمانان مانند نوابی تسلیم چنین حمله ها نخواهند شد. محمد صالح نوابی که دانشجوی سال چهارم دانشگاه بود، یک ماه پیش به حیث فرمانده توله دوم حوزه ششم پلیس گماشته شده بود. وزارت دفاع ملی میگوید که بیش از 60 تن را از بحر کوتاهی و بی‌پروایی در جلوگیری از حمله های مرگبار بر قلوردوی 209 شاهین و شفاخانه 400 بستر محمد داوود به دادگاه کشانیدند. این وزارت میگوید که از این میان فرمانده قلوردوی 209 شاهین از بحر بی‌پروایی برای کشته شدن نزدیک به 200 تن به یک سال بند تعلیقی محکوم شده است. اما شمار از آگاهان این کیفرها را سبک میگویند و حکومت را به سطحی نگری این حمله های مرگبار متهم میسازند. در حمله مرگبار بر قلوردوی 209 شاهین در مزار شریف نزدیک به 200 سرباز و افسر ارتش کشته شدند. دادگاه از دو ماه به این سو 48 تن را از بحر کوتاهی ها در جلوگیری از این رویداد و نیز بی‌پروایی آنان در کار تامین امنیت به دادگاه کشانیدند و 7 تن دیگر در امنیت ملی زیر بازپرس قرار دارند. در 48 نفر 2 نفر به یک سال حبس تعلیقی، 3 نفر به 3 سال حبس تنفیذی، 4 نفر به 2 سال حبس تنفیذی و 19 نفر به 1 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. 9 نفر بر زیمه شناخته شد، 8 نفر از دوشه انصراف شد و 3 نفر تحت تعقیب عدلی هستند. یک بخش تحقیقات بود. در پیوند با حمله 3.5 ماه پیش هراس افغانان بر بزرگترین شفاخانه نظامی کشور، شفاخانه 400 بستر، نیز 11 تن که از سربازان تا جنرالان هستند محکوم به مجازات شدند. هرچند دادگاه این متهمان به گونه پنهانی برگزار شد و جزئیات بیشتری آن تا کنون روشن نشده است، اما انتقادهایی از چگونگی به دادگاه کشیده شدن این متهمان نیز وجود دارند. همی کسایی که اوجه محاکمه کرده قطعا عادلانه نیست. قطعا نیست. بخاطر ازی که هنوز کتگوریش معلوم نیست و هنوز مطابق اصولنامه جزای عسکری محاکمه نشده. مطابق اصولنامه دیسپلین محاکمه نشده. در همین حال چگونگی اجرایی شدن و نیز عملی شدن قانون یکی از بحث‌های اساسی در این رویدادها دانسته می شود. مردم یک تصور دیگه برشان پیدا میشه که در او حد یک حادثه بزرگ اتفاق افتیده باشه و مجازات از این مثلا به یک سال حبس تعلیقی اصطلاح اکتفا شوه، اینا خود سر اجتماع یا سر جامعه تأثیر گذار است. نزدیک به 2 هفته پیش در رویدادهای مرگبار انفجاری و انتحاری نیز نزدیک به 700 تن جان باختند و یا هم زخم برداشتند. اکنون مردمان کشور انتظار دارند تا کسانی را که در جلوگیری از این حمله ها غفلت وظیفه‌ای نشان دادند و یا هم با هراس افغانان هم دست بودند به سخت ترین کیفر از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسانیده شوند. ایالات متحده آمریکا 4000 نیروی دیگر به افغانستان میفرستد. یک مقام آمریکایی در کاخ سفید به اسوسییتد پرس تایید کرده که دونالد ترامپ شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان افزایش میدهد. این مقام آمریکایی گفته که یک شمار اندک از نیروهای آمریکایی برای راه اندازی عملیات های ضد هراس افکنی در منطقه نیز جابجا خواهند شد.
همزمان با نگرانی ها از پیشروی طالبان و تهدیدهای روزافزون داعش، واشنگتن آماده می شود 4000 نیروی دیگر به افغانستان بفرستد. احتمال می رود که پنتاگون تصمیم نهایی اش را در این باره هفته آینده اعلام کند. این خبر پس از آن پخش می شود که دونالد ترامپ صلاحیت تعیین شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان به جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور واگذار کرده است. هدف ابتدایی امریکا و کشورهای دیگر در افغانستان این است که مطمئن شویم این کشور به یک فضای بدون حکومت مبدل نشود. راهبرد تازه امریکا درباره افغانستان پاکستان را نیز در بر می‌گیرد. ما بازنگری میان سازمانی سیاستمان را در پاکستان آغاز می‌کنیم. این بخش از بازنگری راهبرد ملی ما برای آسیای جنوبی است که پاکستان، افغانستان و کشورهای دیگر را در بر می‌گیرد. به گفته وزیر دفاع آمریکا، راهبرد بازنگری شده درباره افغانستان با یک رویکرد تازه در هفته‌های آینده برای توشیح به ترامپ ارائه خواهد شد. اگر ایالات متحده آمریکا واقعا می‌خواهد که در افغانستان جنگ مهار شود، نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت بکنند. یک سرباز آمریکایی که در افغانستان میاد در حدود 10 الی 15 هزار دلار هزینه می‌گیره. اگر او پول اینا به افغانا بتن، افغانا بهترتر و خوبتر از وطن خود دفاع کردن. هم‌اکنون در حدود 14000 نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند که از این میان 8400 تن آنان سربازان آمریکایی هستند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که افزایش ناامنی ها در کشور بر وضعیت سرمایه گذاری ها اثرات ناگواری خواهند داشت. رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع میگوید یافته های آنها نشان میدهد که در یک ماه اخیر در کنار وجود مشکلات دیگر، ناامنی ها نگرانی سرمایه گذاران و بازرگانان را افزایش داده است و این کار سبب رکود سرمایه گذاری ها در کشور شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که بر بنیاد یافته های آنان، ناامنی ها و وجود دشواری ها در نهادهای دولتی سبب دلسردی بیش از حد بازرگانان و سرمایه گذاران به ادامه کار در کشور شده است. آنان میگویند که در حال حاضر علاقمندی به سرمایه گذاری ها در کشور به حد اقل رسیده است و با وجود تلاش های حکومت برای حل مشکلات، احتمال دارد که امسال میزان سرمایه گذاری ها در کشور به گونه چشمگیری کاهش یابد. همه تاثیرات منفی خود بالای سرمایه گذاری میگذاره و امو مسئولیت سرمایه گذاری را زیر سوال میباره. اگرچه یک تعداد سرمایه گذاری های قابل چشمگیری از طرف سکتور خصوصی در بخش انرژی، در بخش تولید صدها میلیون دلار تعهد سپرده شد، آغاز شد و از طرف شورای عالی اقتصادی تصویب شد، اما او سرمایه گذاری ها با دوام ناامنی ها، یعنی دوام از او سرمایه گذاری ها هم زیر سوال میره. در همین حال شمار از صاحبان صنایع با نگرانی از وضعیت کنونی و افزایش ناامنی ها میگویند که در حال حاضر بسیاری از صاحبان صنایع علاقمند به ادامه کار در کشور نیستند. برای اوی در کسایی که سرمایه گذاری کرده بودند، یک سر دلسردی ها و ناامیدی ها را به بار آورده که خود در مجموع اگر در کل ما فکر کنیم، یعنی بیشترین ضرر در پیکر اقتصاد، در پیکر تولید و جای کار برای مردم غریب و بیچاره که در این سرزمین پشت یک لقمنان خشک سرگردان هستند ضرر بسا داشته. این در حالی است که پیش از این بررسی های اتاق تجارت و صنایع وضعیت امنیتی کشور را برای بازرگانان و سرمایه گذاران ناخوشایند گفته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که اگر حکومت در حل مشکلاتشان کاری نکند، این کار سبب فرار سرمایه های بیشتر از کشور خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اعضای خانواده و نزدیکان یک سرباز جان باخته ارتش، وزارت دفاع ملی را به بی‌پروایی در انتقال جسد این سرباز متهم می‌سازند. نزدیکان عبدالجمیل، سربازی که در نبردها در هلمند جان باخته، می‌گویند که جسد او را پس از 22 روز تلاش‌های سخت به دست آوردند. به گفته آنان، مسئولان شفاخانه 400 بستر محمد داوود در کنار اینکه جسدهای سربازان را به خانواده‌هایشان نمی‌رسانند، حتی در برخی از موارد خانواده‌ها را از جان باختن نزدیکانشان آگاه نمی‌سازند. روستای درونی ولسوالی بگرام ولایت پروان است. اینجا ده‌ها تن برای شرکت در مراسم جنازه عبدالجمیل، سرباز 22 ساله ارتش که در ولایت هلمند جان باخته است، گرد آمدند. نزدیکان و دوستان عبدالجمیل میگویند که او دلبستگی ویژه به ارتش داشت و در حدود 10 ماه پیش به ارتش پیوست.
به گفته آنان، عبدالجمیل با شماره از همرزبانش در حدود 3 هفته پیش در حمله طالبان بر پاسگاهشان جان باخت. خلا ولی دیجل یو کنیدن که فیدیز دیش نفرم ایک ویچ لست مشتی که ویلی دیگی تو رو جا پکتن دو سنده کردی دوازی دیگه شوی چوست دو بزدر که لست نفر در خلال ماسی که دیگی تو رازی مخ که دیگه نه تماس نیولی عبدالتا کور سده ویلی بچه غیره که کمالی کفتر یاد شیراش ممکنه جات را دیگه زنه خب دیگه خب کنه بیغیر دیگه نه بس منگ وطلی زنه مشکل دی. در همین حال دوستان عبدالجمیل گلایه دارند که وزارت دفاع ملی نه تنها جسد او را به خانواده‌اش انتقال ندادند، بل در مراسم خاکسپاری او هیچ کس به نمایندگی از ارتش حضور نداشت. یا موتر نوار که جنازه ارتش را آورد. موتر زگی جلد است. شخصی موتر را که جنازه ارتش را آورد. دو اردو سره ډیره خاص علاقه درلوده. البته ټول ځوانان لري چې د خپل وطن څخه دفاع وکړي، د خپل ناموس څخه دفاع وکړي. اما وزارت دفاع ملی هر گونه غفلت در سپردن پیکرهای جانباختگان نیروهای امنیتی را رد می کند. به هیچ صورت اینطور واقع نشده که کسی قصدن در شبخانه مانده باشه و به فامیلش تسلیم نشده باشن. شمار از شهروندان به این باور هستند که سربازان نیروهای امنیتی جانهای شیرینشان را برای دفاع از مردم و کشور فدا می کنند، پس حکومت نباید در حق این نیروها و بازماندگانشان جفا کند. وزارت دفاع ملی میگوید که به زودی داعشیان در توره‌بوره سرکوب خواهند شد. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات سرکوب داعشیان در ولسوالی پچیراگام ننگرهار با موفقیت به پیش می‌رود و نیروهای دولتی خودشان را به منطقه کوهستان توره‌بوره به زودی خواهند رساند. از سوی هم فرمانده پلیس ننگرهار میگوید که توره‌بوره هیچ گاهی به پناهگاه امن داعشیان مبدل نخواهد شد. از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای بر مخفیگاه‌های داعش در اچین تا دست یافتن این گروه به یکی از مهمترین بخش‌های کشور در پچیراگام، وزارت دفاع ملی می‌گوید که داعشیان را در توره‌بوره به زودی در هم خواهند کوبید. این عملی که تا قطعات ما در ولسوالی آگام پچیر هستن و انشالله به زودی او هم داعش سرکوب میشن، از بین میرن. هیچ نوع تاخیر دایی نیستن که خدا نخواسته که با مقابل داعش عملیات نشوین. پچیر آگام تاسم دوی شوق کرای دی دوی گلم باور چولیگی او دوی دی پتی مطمئن اوسی دی دوی باداران دی مطمئن اوسی ستل تا دی دوی دی سال جایی نستا. همزمان با افتادن توره‌بوره به دست داعشیان، نزدیک به 600 خانواده از دره سلیمانخیل که توره‌بوره بخش از این دره است، خانه هایشان را رها کردند و به بخش های دیگر فرار کردند. دیش را قلعه دیا و مندیکی طولی نیولی بیه. سال گول نیره نیولی تر توره‌بوره و گودره و بلنگ دره سره و گودره دم دیکی طولی نیولی. کاری ما در طوله مخی واتلی دی کورونا نیست، کوروگی زوج نیست، جرگان یا کس کمال تپاتی پاتی بی، این رو طوله مخی واتلی دی. و اما علتهای مبدل شدن داعش با یک تهدید جدی در کشور چی میتوانند بود؟ دشمنی که همه ما را میکشه، همه ما را مال ما را غنیمت میگیره، همه ما را اولادای ما را کنیز و غلام میگیره. یه وقت که توجه به او بکنیم، به کسایی که خلاف سلیقه ما هست با اونا بیشتر تمرکز داریم. توره‌بوره که زمان مخفیگاه اسامه بن لادن بود، سه‌شنبه شب به دست داعشیان افتاد. این منطقه پیش از داعش در دست طالبان بود. بانک جهانی فساد اداری و بیکاری را چالش‌های اساسی فراراه رشد دوامدار اقتصادی در کشور می‌داند. مسئولان این بانک در گفتمانی که درباره اوضاع کنونی اقتصادی افغانستان راه‌اندازی شده بود، پیشرفت‌های 15 سال اخیر را در بخش توسعه در کشور چشمگیر می‌دانند، اما می‌گویند که در حال حاضر وجود فساد اداری و نبود کار در کشور از چالش‌های اساسی پنداشته می‌شوند. رئیس اجرایی بانک جهانی در یک گفتمانی که درباره افزایش اقتصادی افغانستان و کارکرد بانک جهانی در این کشور راه‌اندازی شده بود، میگوید که در حال حاضر با در نظر داشت رشد سریع جمعیت در افغانستان، رشد اقتصادی در این کشور بسیار پایین است. وی وجود فساد اداری و بیکاری را در کشور از چالش‌های اساسی می‌داند و میگوید که بانک جهانی از مبارزه با فساد اداری در افغانستان حمایت می‌کند. Bank we cannot
بانک نمی تواند فساد را در افغانستان ریشه کن سازد، اما ما می توانیم زمینه های تشویق برای مبارزه با فساد را فراهم سازیم تا حکومت بتواند با بکارگیری از فناوری ها معیارهای جلوه فساد را بگیرد و حسابدهی باشد. از سوی هم مسئولان بانک جهانی می گویند که برای ایجاد زمینه های کار و رشد اقتصادی پایدار در کشور نیاز است که بخش خصوصی توانمند شود. مسئولان این بانک میگویند که سالانه به گونه میانگین 400 هزار فرد به بازار کار کشور میپیوندند که بیشترین آنان نمیتوانند کار پیدا کنند. باید شرایط لازم کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته شوند تا فرصت‌های کار پایدار برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های معدن، کشاورزی و تولید انرژی فراهم شود و این کار برای ایجاد جای کار در افغانستان بسیار مهم است. اصلا مسئولان این بانک میگویند که برای ایجاد جای کار در کشور نیاز است که زمینه های جذب سرمایه گذاری ها در تشبثات کوچک و میانه در کشور بیشتر شود و این بخش ها میتواند معضل بیکاری را در کشور کاهش و صادرات را افزایش دهد. با عملی شدن پروژه کاسا 1000 گذشته است تامین انرژی برق شمار زیادی از پروژه های توسعه‌ای در روستاهای مسیر انتقال لاین های برق این پروژه در 6 ولایت کشور نیز عملی خواهند شد. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که افغانستان می تواند سالانه تا 3 میلیون دلار از صندوق وچی پروژه کاسا 1000 برای تمویل پروژه های خدمات همگانی در بخش های از 6 ولایتی که در مسیر این پروژه قرار دارند به دست بیاورد. در چارچوب پروژه کاسای 1000 لاین های برق وارداتی تاجیکستان و قرغزستان با درازی 750 کیلومتر از سنگتوده تاجیکستان تا نوشهره پاکستان کشیده خواهند شد که 562 کیلومتر آن در خاک افغانستان از ولایت های کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل و ننگرهار خواهند گذشت. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که کشورهای شامل این پروژه برای تمویل پروژه های خدمات همگانی در بخش هایی که لاین های برقی این پروژه از آن میگذرد یک صندوق وجهی را ایجاد کردند و سالانه یک بخش از درآمد های ترانزیتی این پروژه در آن صندوق میریزد. آنان میگویند که نیمی از درآمد های این صندوق سالانه به ولایت های کشور که لاین های برق کاسا 1000 از آنها میگذرد داده خواهند شد. در جریان 15 سال یک مقدار پول دوامدار به این مردم به می قرارداد پیسہ میآید و اون پیسہ را یا میتونن که به هر چی استفاده کنن، به همکاری خود شوراهای محل و ولسوالی و انکشاف دهات. در کنار حق ترانزیت تا 5 میلیون دلار در سال، برجسته ساختن موقف ترانزیتی افغانستان در آسیا، عمل شدن به ارزش 40 میلیون دلار پروژه های زیربنایی در مسیر این لاین در افغانستان و ایجاد زمینه های کار برای باشندگان محل از مفیدیت های دیگر پروژه کاسا 1000 در افغانستان. اگر سرمایه گذاری شود، برنامه های روی دست گرفته شود، یقینا که هم زمینی کار مساعد می شود مردم و هم یک برنامه بسیار توسعه‌ای خوب برای افغانستان است و منافع مردم افغانستان است و یک برنامه بسیار بزرگ ملی خواهد بود. پروژه کاسا 1000 که بر بنیاد آن 1300 مگاوات برق تاجیکستان و قرغزستان به افغانستان و پاکستان خواهد رسید، از بزرگترین پروژه های ترانزیتی برق در منطقه است. وزارت دفاع روسیه میگوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش احتمالاً در حمله های هوایی جنگنده های روس در سوریه کشته شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که درباره کشته شدن بغدادی در حمله هایی که یک گردهمایی رهبران داعش را در شهر رقه پایتخت خودخوانده این گروه در سوریه آماج قرار داد بررسی می کند. این در حال است که گروه داعش بخش های بزرگی از زیر حاکمیتش را در عراق و سوریه از دست داده، اما تلاش دارد تا در بخش های دیگر به شمول فیلیپین فعالیت هایش را آغاز کند. وزارت دفاع روسیه می گوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش احتمالاً در حمله های هوایی جنگنده های روس بر شهر رقه در 28 ماه می سال روان میلادی کشته شده است. به گفته مقام‌های روس، جنگنده های این کشور یک گردهمایی رهبران داعش را درباره بیرون شدن اعضای این گروه از شهر رقه آماج قرار داده بودند که در آن 30 تن از رهبران و 300 تن از اعضای دیگر این گروه کشته شدند و شاید ابوبکر البغدادی هم در میان آنان باشد. این در حال است که پیش از این چندین بار از کشته شدن ابوبکر البغدادی گزارش داده شده است، اما این نخستین بار است که یک منبع
معتبر چنین گزارش می‌دهد. در همین حال نبرد جنگجویان گروه داعش با نیروهای فیلیپینی در مراوی در جنوب این کشور ادامه دارد، اما مقام‌های شهرهای نزدیک به مراوی از نزدیک شدن جنگجویان داعش به این شهرها نگران هستند. شهردار اطلاع یافته که نزدیک به 300 جنگجوی مسلح گروه داعش قصد دارند به شهر تاگولونان بیایند. نیروهای عراقی هم در موسل با جنگجویان داعش درگیر هستند. گفته می شود که شمار اندکی از جنگجویان این گروه در موسل ماندند، اما نزدیک به 100 هزار غیر نظامی را هم در شهر نگه داشتند. در بالای این جاده تک تیراندازان داعش هستند که ارتش و نیز غیر نظامیان را آماج قرار می دهند. آنان شمار بزرگی از غیر نظامیان را کشتند. شهر موسل در حال گواه نبردهای سنگین میان نیروهای عراقی و جنگجویان داعش است که گفته می شود ابوبکر البغدادی پیش از گریختن به شهر رقه در این شهر به سر می برد. او تنها یک بار در ماه جون سال 2014 میلادی و پس از آن که جنگجویان داعش شهر موسل را تصرف کردند در یک نوار تصویری دیده شد. سلام، شب شما بخیر. به ادامه خبرهای ساعت 10 از طلوع و طلوع نیوز با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. سرخط خبرها. داعش مسئول حمله بر مسجد الزهرا. گروه داعش مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا در غرب کابل را پذیرفت. ما در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم در این حادثه که امشب رخ داد. مجازات بیش از 60 افسر ارتش، بیش از 60 تن از بهره کوتاهی و بی‌پروایی در جلوگیری از حمله های مرگبار بر قلوردوی 209 شاهین و شفاخانه 400 بستر به دادگاه کشانیده شدند. نو نفر برزیمه شناخته شد، 8 نفر از بیشه شین سراب شد و 3 نفر تحت تعقیب عدلی استند. یک بخش تحقیقه بود. فرستادن 4000 نیروی آمریکایی به افغانستان. ایالات متحده آمریکا 4000 نیروی دیگر به افغانستان می‌فرستد. هدف ابتدایی آمریکا و کشورهای دیگر در افغانستان این است که مطمئن شویم این کشور به یک فضای بدون حکومت مبدل نشود. و احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش. خوش آمدید به ادامه خبرها. تا نیم ساعت دیگر من میزبان شما هستم. مشروع خبرها. گروه داعش مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا را در غرب کابل پذیرفت. در حمله مهاجمان انتحاری بر این مسجد 5 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند وزارت امور داخله گفته که حمله بر این مسجد از سوی 2 انتحار کننده انجام شده، اما گواهان میگویند که 3 مهاجم انتحاری بر این مسجد حمله کردند و تنها 1 تن آنان توانست خودش را به آشپزخانه مسجد برساند. مسجد الزهرا. در اینجا در شب 21 ماه رمضان نمازگزاران برای گرامی داشت از شب قدر گرد آمده بودند، اما حمله مهاجمان انتحاری این شب را به یک صبح مبدل ساخت. ماجرا از جای آغاز شد که 3 مهاجم انتحاری بر این مسجد حمله کردند و هر 3 این مهاجمان هم مسلح بودند و هم مواد انفجاری در بدنهایشان جاسازی شده بود. یک تن از آنان در اینجا از سوی نیروهای امنیتی به گلوله بسته میشه و یک تن از آنان که میخواد به مسجد بره و داخل مسجد و اما نیروهای امنیتی مانع از او میشه. ما در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم در این حادثه که امشب رخ داده. مهاجم خودش را از این راه میرسانه و به آشپزخانه همین مسجد و خودش را در اونجا منفجر میسازد. اینجا جایی است که آشپزها و خادمان این مسجد غذا میپختند، برای سحری غذا میپختند. قرار بود نمازگزاران تا سحری در همین مسجد بمانند، اما همین که انفجار شد همه چیز به هم ریخت و نمازگزاران مسجد را ترک کردند. دشمنان هر کار کنه بین ما نفاق و تفرقه انداختن. ما کل ما با برادر پشتون، تاجک، اوزبک، هزاره کل ما برادر هستیم، با یک سنگر هستیم مخالفه.
داعش طالب حقانی است. هیچ جای این مسجد از انفجار در امان نمانده است، چنان که اینجا در کتابخانه این مسجد شیشه ها همش به هم ریخته و اینجا دهلیزی که به منزل دوم مسجد هم می انجامد میبینیم که همه چیز به هم ریخته و منزل دوم این مسجد جایی است که عموما بانوان جمع بشن و عبادت میکنن و شبهای قدر معمولا در این بخش های کابل مسجدها بسیار پر ازدحام میباشند. در همین حال یک افسر پلیس با جانبازی در برابر حمله کنندگان انتحاری از تلفات بیشتر در مسجد الزهرا جلوگیری کرد. محمد صالح نوابی یک افسر پلیس حوزه ششم که مسئولیت تامین امنیت این مسجد را داشت نگذاشته تا انتحار کنندگان که مسلح نیز بودند خودشان را به داخل مسجد برسانند. در درگیری میان این افسران پلیس و دو مهاجم یکی از مهاجمان کشته شد و دیگرش فرار کرد. در این درگیری این افسر نیز زخم شدید برداشت و پسانتر جان باخت. پدر این افسر جان بازی پسرش را در جلوگیری از ریختانده شدن خون نمازگزاران یک افتخار بزرگ می داند. محمد صالح نوابی فرمانده توله دوم حوزه ششم پلیس برای جلوگیری از کشتار نمازگزاران جانش را از دست داد و نگذاشت حمله کنندگان داخل مسجد الزهرا شوند. اکنون نزدیکانش پیکرش بر دوش گرفتند و روانه گورستان هستند. پدر صالح محمد میگوید که پسرش با افتخار جانش را فدا کرد تا خون بیشتر نریزد. ما این عمل اینا را بر علایدی که محکوم میکنم، ما بر اینا میگم که اینا مسلمان نیست و ما شهادت فرزند ما برش افتخار میکنم و روحش شاد باشه. نزدیکان این افسر پلیس وی را قهرمان میگویند و حمله بر نمازگزاران را جنایت میدانند. کار انسانی نیست این، در هیچ کتاب، در هیچ دین، در هیچ مذهب رایج نیست که باید کسی را بکشه. هدفشون هم ایست که مردم افغانستان به این شکل نارام باشن، از بین برن و روزی شاید که بتونن قدرت ما به انجایش بگیرن. این موضوع سیاست پایینی نیست، ما سیاست است که طرف بالایی قرار دارن. برخی از کاربران صفحه های اجتماعی نیز از کار صالح محمد ستایش کردند. رئیس اجرایی و وزیر امور داخله در صفحه های فیسبوکشان گفتند که افغانستان با داشتن قهرمانان مانند نوابی تسلیم چنین حمله ها نخواهند شد. محمد صالح نوابی که دانشجوی سال چهارم دانشگاه بود، یک ماه پیش به حیث فرمانده توله دوم حوزه ششم پلیس گماشته شده بود. وزارت دفاع ملی میگوید که بیش از 60 تن را از بهر کوتاهی و بی‌پروایی در جلوگیری از حمله های مرگبار بر خلوردوی 209 شاهین و شفاخانه 400 بستر محمد داوود به دادگاه کشانیده شدند. این وزارت میگوید که از این میان فرمانده خلوردوی 209 شاهین از بهر بی‌پروایی برای کشته شدن نزدیک به 200 تن به یک سال بند تعلیقی محکوم شده است. اما شماری از آگاهان این کیفرها را سبوک میگویند و حکومت را به سطحی گرفتن این حمله ها متهم میسازند. در حمله مرگبار بر قلوردوی 209 شاهین در مزار شریف نزدیک به 200 سرباز و افسر ارتش کشته شدند. دادگاه از دو ماه به این سو 48 تن را از بهر کوتاهی ها در جلوگیری از این رویداد و نیز بی‌پروایی آنان در کار تامین امنیت به دادگاه کشانیدند و هفتن دیگر در امنیت ملی زیر بازپرس قرار دارند. در 48 نفر دو نفر به یک سال حبس تعلیقی، 3 نفر به 3 سال حبس تنفیذی، 4 نفر به 2 سال حبس تنفیذی و 19 نفر به 1 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. 9 نفر بر زیمه شناخته شد، 8 نفر از دوشه انصراف شد و 3 نفر تحت تعقیب عدلی هستند. یک بخش تحقیقات بود. در پیوند با حمله 3.5 ماه پیش هراس افغانان بر بزرگترین شفاخانه نظامی کشور، شفاخانه 400 بستر، نیز 11 تن که از سربازان تا جنرالان هستند محکوم به مجازات شدند. هرچند دادگاه این متهمان به گونه پنهانی برگزار شد و جزئیات بیشتری آن تا کنون روشن نشده است، اما انتقادهایی از چگونگی به دادگاه کشیده شدن این متهمان نیز وجود دارند. همی کسایی که اوجه محاکمه قطعا عادلانه نیست، قطعا نیست و
بخاطر ازی که هنوز کتگوریش معلوم نیست و هنوز مطابق اصولنامه جزای عسکری محاکمه نشده. مطابق اصولنامه دیسپلین محاکمه نشده. در همین حال چگونگی اجرایی شدن و نیز عملی شدن قانون یکی از بحث‌های اساسی در این رویدادها دانسته می شود. مردم یک تصور دیگه برشان پیدا می شود که در او حد یک حادثه بزرگ اتفاق افتیده باشه و مجازات از این مثلا به یک سال حبس تعلیقی اصطلاح اکتفا شود. اینا خود سر اجتماع یا سر جامعه تاثیرگذار است. نزدیک به دو هفته پیش در رویدادهای مرگبار انفجاری و انتحاری نیز نزدیک به 700 تن جان باختند و یا هم زخم برداشتند. اکنون مردمان کشور انتظار دارند تا کسانی را که در جلوگیری از این حمله ها غفلت وظیفه‌ای نشان دادند و یا هم با هراس افغانان هم دست بودند به سخت ترین کیفر از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسانیده شوند. ایالات متحده امریکا 4000 نیروی دیگر به افغانستان میفرستد. یک مقام امریکایی در کاخ سفید به اسوسییتد پرس تایید کرده که دونالد ترامپ شمار نیروهای امریکایی را در افغانستان افزایش میدهد. این مقام امریکایی گفته که یک شمار اندک از نیروهای امریکایی برای راه اندازی عملیات های ضد هراس افغانی در منطقه نیز جابجا خواهند شد. همزمان با نگرانی ها از پیشروی طالبان و تهدیدهای روزافزون داعش، واشنگتن آماده می شود 4000 نیروی دیگر به افغانستان بفرستد. احتمال می رود که پنتاگون تصمیم نهاییش را در این باره هفته آینده اعلام کند. این خبر پس از آن پخش می شود که دونالد ترامپ صلاحیت تعیین شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان به جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور واگذار کرده است. هدف ابتدایی امریکا و کشورهای دیگر در افغانستان این است که مطمئن شویم این کشور به یک فضای بدون حکومت مبدل نشود. راهبرد تازه امریکا درباره افغانستان پاکستان را نیز در بر می‌گیرد. ما بازنگری میان سازمانی سیاستمان را در پاکستان آغاز می‌کنیم. این بخش از بازنگری راهبرد ملی ما برای آسیای جنوبی است که پاکستان، افغانستان و کشورهای دیگر را در بر می‌گیرد. به گفته وزیر دفاع آمریکا، راهبرد بازنگری شده درباره افغانستان با یک رویکرد تازه در هفته‌های آینده برای توشیح به ترامپ ارائه خواهد شد. ایالات متحده آمریکا واقعا میخواد که در افغانستان جنگ مهار شود، نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت بکنند. یک سرباز آمریکایی که در افغانستان میه در حدود 10 الی 15 هزار دلار هزینه میگیره. اگر او پول اینا به افغانا بتن، افغانا بهترتر و خوبتر از وطن خود دفاع کردن. همکنون در حدود 14000 نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند که از این میان 8400 تن آنان سربازان آمریکایی هستند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که افزایش ناامنی ها در کشور بر وضعیت سرمایه گذاری ها اثرات ناگواری خواهند داشت. رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع میگوید یافته های آنان نشان میدهد که در یک ماه اخیر در کنار وجود مشکلات دیگر، ناامنی ها نگرانی سرمایه گذاران و بازرگانان را افزایش داده است و این کار سبب رکود سرمایه گذاری ها در کشور شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که بر بنیاد یافته های آنان، ناامنی ها و وجود دشواری ها در نهادهای دولتی سبب دلسردی بیش از حد بازرگانان و سرمایه گذاران به ادامه کار در کشور شده است. آنان میگویند که در حال حاضر علاقمندی به سرمایه گذاری ها در کشور به حد اقل رسیده است و با وجود تلاش های حکومت برای حل مشکلات احتمال دارد که امسال میزان سرمایه گذاری ها در کشور به گونه چشمگیری کاهش یابد. همه تاثیرات منفی خود بالای سرمایه گذاری میگذاره و امو مسئولیت سرمایه گذاری را زیر سوال میباره. اگرچه یک تعداد سرمایه گذاری های قابل چشمگیری از طرف سکتور خصوصی در بخش انرژی، در بخش تولید صدها میلیون دلار تعهد سپرده شد، آغاز شد و از طرف شورای عالی اقتصادی تصویب شد، اما او سرمایه گذاری ها با دوام ناامنی ها، یعنی دوام از او سرمایه گذاری ها هم زیر سوال میره. در همین حال شمار از صاحبان صنایع با نگرانی از وضعیت کنونی و افزایش ناامنی ها میگویند که در حال حاضر بسیاری از صاحبان صنایع علاقمند به ادامه کار در کشور نیستند. برای اوی در کسایی که سرمایه گذاری کرده بودند یک سر دلسردی ها و ناامیدی ها را به بار آورده که خود در مجموع اگر در کل ما فکر کنیم، یعنی بیشترین ضرر در پیکر اقتصاد، در پیکر تولید و جای کار برای مردم غریب و بیچاره که در این سرزمین پشت یک لقمه نان خشک سرگردان هستند ضرر بسا
داشته. این در حالی است که پیش از این بررسی های اتاق تجارت فسانه وضعیت امنیتی کشور را برای بازرگانان و سرمایه گذاران ناخوشایند گفته است. مسئولان اتاق تجارت فسانه میگویند که اگر حکومت در حل مشکلاتشان کاری نکند، این کار سبب فرار سرمایه های بیشتر از کشور خواهند شد. اعضای خانواده و نزدیکان یک سرباز جان باخته ارتش وزارت دفاع ملی را به بی‌پروایی در انتقال جسد این سرباز متهم می‌سازد. نزدیکان عبدالجمیل سربازی که در نبردها در هلمند جان باخته می‌گویند که جسد او را پس از 22 روز تلاش‌های سخت به دست آوردند. به گفته آنان مسئولان شفاخانه 400 بستر محمد داوود در کنار اینکه جسدهای سربازان را به خانواده‌هایشان نمی‌رسانند، حتی در برخی از موارد خانواده‌ها را از جان باختن نزدیکانشان آگاه نمی‌سازند. روستای درونی ولسوالی بگرام ولایت پروان است. اینجا ده ها تن برای شرکت در مراسم جنازه عبدالجمیل سرباز 22 ساله ارتش که در ولایت هلمند جان باخته است گرد آمدند. نزدیکان و دوستان عبدالجمیل میگن که او دلبستگی ویژه به ارتش داشت و در حدود 10 ماه پیش به ارتش پیوست. با گفته آنان عبدالجمیل با شماره از همرزمانش در حدود 3 هفته پیش در حمله طالبان بر پاسگاهشان جان باخت. غیره که کمالی کفتر یا شیراش ممکنه جوت را گیری زنم خود که او کنه بیرای دغنه بس منگه و تلی زنم مشکل دی. در همین حال دوستان عبدالجمیل گلایه دارند که وزارت دفاع ملی نه تنها جسد او را به خانوادهش انتقال ندادند، بل در مراسم خاک سپاری او هیچ کس به نمایندگی از ارتش حضور نداشت. یا موتر نوار که چه جنازه ارتا را بود؟ موتر زکی جلده است؟ شخصی موتر را که جنازه ارتا را بود؟ دو دو سر ایدی را خاص علاقات لوتده. البته طول زوانان لری چه دخپل وطن سخ دفاع و که دخپل ناموس سخ دفاع و کری. اما وزارت دفاع ملی هر گونه غفلت در سپردن پیکرهای جانباختگان نیروهای امنیتی را رد می کند. به هیچ صورت اینطور واقع نشده که کسی قصدن در شبخانه مانده باشه و به فامیلش تسلیم نشده باشند. شمار از شهروندان به این باور هستند که سربازان نیروهای امنیتی جانهای شیرینشان را برای دفاع از مردم و کشور فدا می کنند، پس حکومت نباید در حق این نیروها و بازماندگانشان جفا کند. وزارت دفاع ملی میگوید که به زودی داعشیان در توربوره سرکوب خواهند شد. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات سرکوب داعشیان در ولسوالی پچیراگام ننگرهار با موفقیت به پیش میرود و نیروهای دولتی خودشان را به منطقه کوهستانی توربوره به زودی خواهند رساند. از سوی هم فرمانده پلیس ننگرهار میگوید که توربوره هیچگاهی به پناهگاه امن داعشیان مبدل نخواهد شد. دوباره خوش آمدید. بانک جهانی فساد اداری و بیکاری را چالش های اساسی فراراه رشد دوامدار اقتصادی در کشور می داند. مسئولان این بانک در گفتمانی که درباره اوضاع کنونی افغانستان راه اندازی شده بود، پیشرفت های 15 سال اخیر را در بخش توسعه در کشور چشمگیر می دانند، اما می گویند که در حال حاضر وجود فساد اداری و نبود کار در کشور از چالش های اساسی پنداشته می شوند. رئیس اجرایی بانک جهانی در یک گفتمانی که درباره افزایش اقتصادی افغانستان و کارکرد بانک جهانی در این کشور راه‌اندازی شده بود، میگوید که در حال حاضر با در نظر داشت رشد سریع جمعیت در افغانستان، رشد اقتصادی در این کشور بسیار پایین است. وی وجود فساد اداری و بیکاری را در کشور از چالش‌های اساسی می‌داند و میگوید که بانک جهانی از مبارزه با فساد اداری در افغانستان حمایت می‌کند. بانک نمیتواند فساد را در افغانستان ریشه کن سازد، اما ما میتوانیم زمینه های تشویق برای مبارزه با فساد را فراهم سازیم تا حکومت بتواند با بکارگیری از فناوری ها معیارهای جلوه فساد را بگیرد و حسابدهی باشد. از سوی هم مسئولان بانک جهانی میگویند که برای ایجاد زمینه های کار و رشد اقتصادی پایدار در کشور نیاز است که بخش خصوصی توانمند شود. مسئولان این بانک میگویند که سالانه به گونه میانگین 400 هزار فرد به بازار کار کشور میپیوندند که بیشترین آنان نمیتوانند کار پیدا کنند.
باید شرایط لازم کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته شوند تا فرصت‌های کار پایدار برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های معدن، کشاورزی و تولید انرژی فراهم شود و این کار برای ایجاد جای کار در افغانستان بسیار مهم است. از مسئولان این بانک میگویند که برای ایجاد جای کار در کشور نیاز است که زمینه های جذب سرمایه گذاری ها در تشبثات کوچک و میانه در کشور بیشتر شود و این بخش ها میتواند معضل بیکاری را در کشور کاهش و صادرات را افزایش دهد. با عملی شدن پروژه کاسا 1000 گذشته از تامین انرژی برق، شمار زیادی از پروژه های توسعه‌ای در روستاهای مسیر انتقال لاین های برق این پروژه در 6 ولایت کشور نیز عملی خواهند شد. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که افغانستان میتواند سالانه تا 3 میلیون دلار از صندوق وجهی پروژه کاسا 1000 برای تمویل پروژه های خدمات همگانی در بخش های از 6 ولایتی که در مسیر این پروژه قرار دارند به دست بیاورد. وزارت دفاع روسیه میگوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش احتمالاً در حمله های هوایی جنگنده های روس در سوریه کشته شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که درباره کشته شدن بغدادی در حمله ای که یک گردهمایی رهبران داعش را در شهر راقه پایتخت خودخوانده این گروه در سوریه آماج قرار داد بررسی میکند. این در حال است که گروه داعش بخش های بزرگی از زیر حاکمیتش را در عراق و سوریه از دست داده و اما تلاش دارد تا در بخش های دیگر به شمول فلیپین فعالیت هایش را گسترش دهد. وزارت دفاع روسیه میگوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش احتمالاً در حمله های هوایی جنگنده های روس بر شهر رقه در 28 ماه می سال روان میلادی کشته شده است. با گفته مقام های روس، جنگنده های این کشور یک گردهمایی رهبران داعش را درباره بیرون شدن اعضای این گروه از شهر رقه آماج قرار داده بودند که در آن 30 تن از رهبران و 300 تن از اعضای دیگر این گروه کشته شدند و شاید ابوبکر البغدادی هم در میان آنان باشد. این در حال است که پیش از این چندین بار از کشته شدن ابوبکر البغدادی گزارش داده شده است، اما این نخستین بار است که یک منبع معتبر چنین گزارش می‌دهد. در همین حال نبرد جنگجویان گروه داعش با نیروهای فیلیپینی در مراوی در جنوب این کشور ادامه دارد، اما مقام‌های شهرهای نزدیک به مراوی از نزدیک شدن جنگجویان داعش به این شهرها نگران هستند. شهردار اطلاع یافته که نزدیک به 300 جنگجوی مسلح گروه داعش قصد دارند به شهر تاگولونان بیایند. نیروهای عراقی هم در موسل با جنگجویان داعش درگیر هستند. گفته می شود که شمار اندکی از جنگجویان این گروه در موسل ماندند، اما نزدیک به 100 هزار غیر نظامی را هم در شهر نگه داشتند. در بالای این جاده تک تیراندازان داعش هستند که ارتش و نیز غیر نظامیان را آماج قرار می دهند. آنان شماره بزرگی از غیر نظامیان را کشتند. شهر موسل در حال گواه نبردهای سنگین میان نیروهای عراقی و جنگجویان داعش است که گفته می شود ابوبکر البغدادی پیش از گریختن به شهر رقه در این شهر به سر می برد. او تنها یک بار در ماه جون سال 2014 میلادی و پس از آن که جنگجویان داعش شهر موسل را تصرف کردند در یک نوار تصویری دیده شد. پلیس لندن هشدار می‌دهد که شاید برخی از قربانیان آتش‌سوزی روز چهارشنبه در یک ساختمان در غرب این شهر هیچگاه شناسایی نشوند. نیروهای نجات برای سومین روز هم به دنبال قربانیان این رویداد هستند، اما نتوانستند جسد دیگری بیابند. مرگ 17 تن در این رویداد تایید شده است، اما پلیس لندن می‌گوید که شاید شمار قربانیان به بیش از 60 تن برسد. گفته می‌شود که یک افغان نیز در میان قربانیان این آتش‌سوزی می‌باشد. tolonews.com صفحه اینترنتی ما است. برای تعقیب خبرهای تازه و این صفحه سری بزنید و فیسبوک تولونیوز همچنان قابل دسترس است و 456 هم برای خبرهای تازه تماس میگیرید. سه بار کلید یک را فشار بدید. شب بر همه تان خوش. خدا نگهدار.